سلام میلا جان. درود میلاد سلام، عزیز، متشکرم. من خوب هستین؟ خوبی، مرسی. بفرمایید. میخواستم یک چیزی بگم در مورد این، مخصوصا الان مسلمان و مخصوصا شیعه ها که توی قرآن دوست دارن یک سری معجزاتی در بیارن یا یک سری حرفایی در بیارن که الان با علم جدید مثلا همخونی داشته باشه، نمیدونم از کوانتوم بگیرین و چه میدونم همه چیز میخوان تو قرآن در بیارن. فقط اینو من میخوام بگم که 1000 سال قبل از اسلام یک نگاهی مثلا به پیشا سقراطی اگه بندازن، زنون مثلا اتم رو مطرح کرده یا یکی از فلاسفه زمین رو مثل یک زنگوله در نظر گرفته در فضا. فقط اینا رو اگه اتم بخونن واقعا دموکراتیسم، نمیدونه. اتم آره دموکراتیسم معرفی کرد. آره. یا اینکه زمین رو مثل یک زنگوله شناور در هوا در نظر گرفتن. زمین حالا بعضی معتقد به چرخ بودن ولی بعضی معتقد بودن که کرویه. فقط میخواستم اینو بگم که اینا اگه نگاه بکنن به این جور متن، همچنین خودشون متوجه میشن که زیاد معجزه نیستش تو قرآن. اگر بخواد معجزه باشه، به نظر من اینا معجزه کردن، یعنی اینا مثلا حرفی زدن که خیلی جلوتر از چیز خودشون، حالا خواسته یا ناخواسته. اینو میخواستم بگم. فقط تنها معجزه‌ای که تو قرآن وجود داره اینه که چجوری تونسته این همه آدم بهش ایمان پیدا کنه، این همه مزخرفات ایمان پیدا کنه، این خودش معجزه است. آره، ولی نه، یه دونه معجزه هم تو قرآن وجود نداره. حالا من نمیدونم معجزه‌اش، نه معجزه اعدادی در میارن، نمیدونم. من یه دفعه نشستم بعد از اینا رو چک کردم. من یه مسلمان، دو تا مسلمان سنی بود، یه سری عددایی به من دادن، گفتن که اینا چجوری میتونه اینجوری باشه. گفتن مثلا تعداد روز با شب اینه، تعداد فلان فلان یکیه، تعداد این 365 تا، تعداد این مثلا 12 ضرب در فلان ایناست. من رفتم تمام لغت‌های، اون موقع نبود ورد کانت، اون موقع که اینا رو ازم پرسیدن چیزی نبود که اینا رو بشماره. من رفتم روی اکسل یه همه سرچ میکردم تک تک اینا رو شماره شما یه پروژه یه هفته‌ای درست کردم که بگرده تمام این کلمه رو یکی یکی و بشماره. خب و من هی بهش نگاه کردم، گفتم نگاه کنی عددات درست نیست، تو میگی این مساویه اینه. گفته تعداد روز و شب یکیه، تعداد این 365 تاست. یعنی گفته، یعنی این مثلا فکر کنم هیچ کسی تا حالا چک نکرده بود. یعنی یه سری ادعاهایی رو میکنن، بعد همه میگن ای خب پس نمیشه اینا که تخمی که نمیگن که حتما یه عددی هست که اینا اینجوریه، ولی ما نمیدونیم مثلا، حالا توجیهش رو نداریم که چرا این اتفاق افتاده، ولی خب معجزه هم میتونه نباشه، ماورای طبیعی نباشه. خب ولی من رفتم واقعا شمردم جواب نداشت برام. گفتم خب بعد ازش پرسیدم، گفتم تو حالا این ادعاها رو کردی به من که گفتی اینا معجزه است، خودت شمردی اینا رو یا اینکه فقط قبول کردی که این عدد درسته؟ جواب رو نداد دیگه. اولش کلی رو فیسبوک هی داشت برام پیغام میذاشت که این عدد چجوری اینو توجیه میکنی، چجوری اینو توجیه میکنی. بعد که نوبت من شد که گفتم خب تو چجوری توجیه میکنی حالا که این عددهایی که بهت گفتن دروغ بوده، فکر میکنی چیزای دیگه هم که بهت گفتم ممکنه دروغ باشه، دیگه جواب من نداد. خب اگه اینجوری باشه که مثلا معجزاتی نه، مثلا میخوان تطابق بدن یک سری چیزای گفتهای تو قرآن بوده یا احادیثی که بوده. مثلا من یه حدیثی شنیدم، نمیدونم حالا چقدر، موقعی که محمد رفته به معراج، در یک اون چیزی که کوبه که رو در هست میزنن مثل زنگ میمونه، رو درهای قدیمی اگه خاطرت باشه، یک چیزایی هستش که روی در قدیمی میزنن مثلا مثل این زنگ و مثل چیز میمونه. گفتم موقعی که محمد رفته معراج برگشته اون زنگ ثابت بوده، یعنی که محمد با سرعت نور رفته به معراج برگشته. بعضی تو لایو چت میگن آرمین کدوم عددو؟ مثلا شما این معجزه ها رو نشنیدین؟ تو لایو چت دارن میپرسن که مثلا میگن تعداد، مثلا تعداد عدد نه، ولی خب بگم برای چی بعضی مثلا اینقدر تعداد مثلا روز و شب تعدادشون مساویه مثلا توی قرآن و تعداد جفتشون 365 تاست، مثلا همچین ادعای میکنن و میگن این معجزه است. این مثلا کلی از این ادعاهای مثلا معجزه های عددی دارن که همش هم چرت و پرته. این چیزی هم که داریم میگیم به نظر من تو شاهنامه هم حتی میشه در مورد معجزات عددی، از توی چه میدونم
رباعیات خیام میشه، از هر کتابی بخوای در بیاری نوستردامس، از کتاب آشپزی هم میتونی اینا رو در بیاری. چیزه چی میخواستم بگم؟ نه آقا از تو شناسنامت هم میتونی در بیاری، تو هر جا میتونی در بیاری این قضیه رو. نه ولی چیزی که گفتی اینو بعضی ها نمیدونم، منم تو مدرسه به همون گفتن، گفتن که این چی میدونم این یه چیزی هست که مثلا میزنی روی در که تخت که در باز شد. آره همون کوبه، یه نمیدونم یه چیزی بهش میگن چی کوبه است. آره اینو گرفت بزنه، بعد رفت معراج و بعد رفت، اول رفت اورشلیم، بعد از اورشلیم هم رفت هوا، رفت تو بهشت و این چیزا. بخار همه اینا رفت، البته خر نیست، براق براق نه براق براق. من یه چیز مشکل دارم، همه به این براق فرگشتم از بین رفتیم براق، نه چون اثر نه ببین من مشکل دارم، همه به این براق میگن الاغ، یه جوری انگار مثلا بهش به الاغ داریم مثلا یه موجود پست حسابش میکنیم، چون بهش نمیگن که اسب. خب من نمیدونم مشکل مردم با الاغ چیه. خب نگیم بهش الاغ، الاغ و اسب و اینا. خیلی خب حالا من یه چیز دیگه، من اینا این که برگشته محمد دیده که این همینجوری هنوز داشته تکون می‌خورد. خب یعنی اینقدر سریع همه این اتفاق افتاده که هنوز این کوبه دره نمیدونم اسمش چیه هنوز داشته نوسان داشته. نه ها نوسان داشته، یعنی تمام این اتفاقات تو چندین ثانیه اتفاق افتاد. من نمیدونم اینا ما گفتم بهمون گفتیم ما جالب بود تو مدرسه بچه بودیم گفتیم آه چی جالب او همه این اتفاقات تو چند ثانیه افتاد. بعد یه سوال، این کجا از این داستان از کجا درآورده؟ چون که تو روایتشون که نیست که، هست تو حدیث نیست. نه داستانو میسازن دیگه، خودشون داستانو میسازن. خب نه ولی یه جوری اینو به ما گفتن، این داستانو به ما گفتن که انگار واقعیته. ولی حتی اگه بر اساس استانداردهای خودشون هم نگاه بکنیم، هیچ جا منبعی من فکر کنم برای این ندارن، یعنی همینجوری میسازن و میرن. درسته؟ درسته دیگه، یعنی... نه بخوان چون تطابق بدن، به هر حال میخوان به روز نگه دارن اون احادیث خودشون و متن خودشون. خب یکی نمی... یعنی میخوان یه سوال مربوط کنن. دقیقه. خب یه سوال مثلا ازش میخوام ازشون سوال کنم که چجوریه که مثلا این خیلی اتفاق جالبیه. خب مثلا این تو روایتشون نیست، گفتن نمیدونم از کجا در آورده، بعد الان خیلی از مسلمان ها این داستان رو باور کردن. خب و دیگه اینو قسمتی از داستانهای محمد میدونم، با اینکه فکر کنم تا اونجا که من میدونم تو روایتشون تو هیچ جا نیست. خب تو حدیثاشون نیست، تو روایتشون نیست. و این مثال خوبیه که حدیثا و آیه های قرآن از کجا آمده، یعنی وقتی رواج پیدا میکنه دیگه میگی یا باور میکنی یا همه هم قبولش دارن قسمتی از داستان محمد. خب وقتی هم چیزی رو میبینی با خودت فکر نمیکنی احتمال داره که این حدیثا و این بقیه آیه های قرآن هم همین شکلی به وجود اومده. حتی شرق القمر هم، آره حتی شرق القمر هم اون ماهی که نصف کرده محمد از بسط، من یه جا شنیدم و یه جا دیدم که یک سایت که حالا بوده گفته که ناز... آره تو قرآن حالا هر جا که اومده این بهش اشاره شد که توی سایت یه جایی محققای ناسا به این پی بردن که یک حالت کمربندی دور کره ما هستش، یه خطی دور کره ما هست که این نشون میده قبلا نصف شده بوده این کره ما. واقعا من نمیدونم اینا رو از کجا، آره اینا رو از کجا مثلا در میارن. من سوالم درباره شق و قمر اینه، خب که فکر کنم این سوال همه هم باشه، این سوال خیلی واضحه. خب چجوری ماه از وسط نصف شده و بقیه جهان ندیدن؟ میدونم چیه؟ یعنی چجوری یک همچین اتفاقی اگه میافتاد، مخصوصا اون زمان که این همه مردم با آسمان نگاه میکردن، حرکت ستاره ها رو نگاه میکردن، اصلا از ماه و ستاره ها و اینا برای این ور اون ور رفتن توی صحرا و توی دریاها و از همه جا استفاده میکردن، یعنی اون موقع مردم به آسمان بیشتر از الان نگاه میکردن. این همه جمعیت، این همه دورور دنیا، خب اگه یک همچین اتفاقی افتاده باشه که ماه از وسط نصف بشه، امکان نداره که این وارد تمام ادبیات، تمام تمدن، تمام داستان‌ها و روایت کسانی که شب بوده اون زمان نشه. میدونی از چیه؟ یعنی تمام خاورمیانه و تمام آفریقا و تمام اروپا و از افغانستان امروزی و پاکستان امروزی و ایران امروزی و اروپای شرقی امروزی و همه اینها هزاران روایت، خب بزرگترین اتفاق تاریخی جهان میشد اگه هم شد، اگه ماه از وسط نصف شد. یعنی اون چهار نفری که دور محمد بودن دیدن ماه از وسط نصف شد، ولی هیچ جای دیگه کسی رو ندید.
و اینو ننوشتن دربارش. باور کنین این بزرگترین اتفاق تاریخ میشد. تعداد کتاب‌هایی که درباره این نوشته میشد اصلا بزرگ بزرگ به شدت زیاد بود. میدونی نظرم چیه؟ یعنی اصلا برای مسلمان سوال نشده که چجوری ماه از وسط نصف شده و بقیه جهان درباره این ننوشته و هر هیچ حرفی دربارش زده نشده. اصلا این واقعا مسخره است. الان خب مثلا یه چیز دیگه هم در مورد جنین، رشد جنین توی رحم مادر که گفتن مراحلش تو قرآن اومده. خب اگه راست میگن، اگه واقعا از تو قرآن معجزه میشه در آورد، الان یه چیزی بگن که هنوز علم بهش کسب پیدا نکرده. الان چه میدونم در مورد این بگن که توی سیاه‌چاله چه اتفاقی میفته. نمیدونیم الان تو سیاه‌چاله چه اتفاقی میفته، داخل سیاه‌چاله چی میشه، اون ور سیاه‌چاله چی، ازن سیاه‌چاله ماهیت چی، کلیت چی، کامل نمیدونیم. خب بگن در مورد اون اگه تو قرآن ببین، اگه تو قرآن میگفت تو قرآن فقط یک آیه داشتیم که این ستاره ها هر کدومشون یه خورشیدن، یه همچه حرف میزن. ما اصلا نمیرسیم چجوری اینو بیام توجیه بکنیم. یعنی با یک آیه این به این شکلی اصلا همه ما میموندیم الان. این میشد معجزه؟ اصلا یک دونه مثال این تو قرآن، مثلا همچه چیزی تو قرآن وجود نداره. یک چیز مفید، آیا شما میتونید تو تمام قرآن یک آیه به این مثلا به این مفیدی پیدا بکنید؟ شما فرض کنید یک آیه داشتیم خب که میگفتش که قبل از مثلا قبل از اینکه مثلا زخم کسی رو بخواین شفا بدین یا کاریش بکنین، وسایلی رو که استفاده میکنین رو تو آب جوش بذارین، تو آب جوش یا از شراب استفاده کنین، دستتون رو با شراب بشورین و وسایلی که دارین استفاده میکنین با شراب بشورین. یه همچی چیزی، یه همچی حرفی زده بود. خب اصلا اگه یک همچین آیه‌ای وجود داشت، یه همچین حدیثی وجود داشت، میشه این الان میشد مفیدترین و حدیثی که یک آیه و یک حدیث که حتی یک هزارم مفیدی یک همچین پیشنهادی رو داشته باشه هیچ جا وجود نداره. هیچ آیه قرآن حتی به این اندازه مفید نیست و هیچ حدیثی هم وجود نداره که به این اندازه بتونه مفید باشه. البته درصد الکلش، البته درصد الکلش پایین‌تر از اون حدیه که اگه جهت میکروب کشی اگه حساب داری می‌کنی یا با شراب. من فکر کنم مصری‌ها استفاده می‌کردن اتفاقی یه مقدار، چون شراب برات بین خب. ده تا 15 درصد داره آب جوش. پس آب جوش اوکی. آره چون درصد اون خاصیت میکروب کشی نداره. خب. تو اون درصد من آره. اگه اونجوریه پس بگیم که مثلا مینداختینش تو آب جوش، همچین پیشنهاد میکرد. خب آره. تازه شرابم گرونه، تازه اگه شرابم کار نمیکنه شراب گرونه، آب داغ راحت‌تر. آب شرابو بخورید، آب جوش بیارید و دستتون رو بشورید. آره یه کسی میگه عرق خوبه، البته موقع دسترسی به عرق نداشته. خب شراب خوبه بلد. آره دیگه همین دیگه. یک سوال دیگه هم داشتم اگه فرصت، اگه بهم وقت میدین ازتون بپرسم. بگو سر. خیر من در مورد گیاهخواری، من در مورد گیاهخواری خودم چیزی نخوندم، میخوام ببینم این چارچوبش کجاست. مثلا لبنیات جزو گیاهخواری میشه؟ جزو مثلا میشه خورد اگه کسی گیاهخوار باشه؟ یا مثلا تخم مرغ یا تخم هر پرنده؟ ما دو تا چیز داریم، یکیش ویگانیسمه، یکیش ویجیتریانیسمه. آیا جفت به جفت این به فارسی میگیم گیاهخواری؟ چون که این دوتا با هم فرق داره. من توی فارسی یه چیزی به اسم گیاهخواری هستش، حالا نمیدونم توی خب فارسیش رو پس من نمیدونم. ما ویجیتریان اگه باشین فرق داره با ویگانیسم، درسته؟ شما اگه ویجیتریان باشین منظورش اینه که گوشت نمیخورین ولی ممکنه لبنیات و عسل و چیزهای دیگه بخورین، ولی اگه ویگن باشین هیچ چیزی رو که از حیوان اومده باشه به غیر از گوشت، هر چیز دیگه هم که از حیوان اومده باشه نمیخورید. یعنی حتی عسل و شیر و تخم مرغ و اینا هم نمیخورید، با اینکه گوشت نیستن چون از حیوانات اومدن نمیخورید. خب هدف این چیه؟ هدف این بوده که مثلا سه تا هدف مختلف داره. سه تا هدف اشخاص مختلف اهداف مختلفی دارن. بعضی به خاطر اخلاقی اینو نمیخورن به خاطر ظلمی که به حیوانات میشه، دلیل اول. دلیل دوم دلیل سلامت، دلیل اول هم ظلم به نه چهار تا. خب دلیل دوم به خاطر تاثیرش روی شرایط اقلیمیه، خب که میگن که این هزینهش کمتر میشه، یعنی میخوان به طور شخصی میخوان هزینه‌ای رو که برای کره زمین دارن رو بیارن پایین‌تر بکنن. این دلیل دومه. دلیل سومش به خاطر سلامتیه، که این چرت ترینشه از لحاظ سلامتی، به نفع که یه مقدار ماهی و
لبنیات و اینا خورده بشه. خب بر این دلیل سوم تخمی ترین دلیلشه، خب میگن از به خاطر سلامتی خوبه که نیست. دلیل چهارمش هم دلیل دینیه، بعضی به خاطر مثلا هندوها و اینا، بعضی هاشون، همه هندوها ولی جینیستا و اینا، بعضی هاشون به خاطر دلیل دینی گوشت نمیخورن. درست. ممنون، مرسی که وقت دادیم بهم صحبت کنم. خواهش خواهش، مرسی میلا جان، مرسی، فعلا خدافظ.